گفتگو میکنم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. سلام میکنم آقای افشاری. آیا سابقه داشته که یه مقام دولتی درباره دلیل رد صلاحیت یک مقام ارشد حکومتی در انتخابات سخن بگه و اینکه روحانی دلیل اصلی شکل‌گیری اعتراضات رو به چهره‌های اصولگرا نسبت داده؟ چقدر اظهارات حسن روحانی درباره اتفاقات آبان 98 با واقعیت میخونه؟ در پاسخ به سوال اول شما، خب باید عرض بکنم که اگرچه به هر تنش ها و برخورد های تند کلامی محسوب سابقه هست بین سران و کارگزاران جمهوری اسلامی، چه بین جناها و چه حتی در درون جناها، اما این شاید بشه که برای اولین بار هستش که به هر یک مقام دولتی به صراحت از رد صلاحیت به هر حالی که چهره های هستی جناح رقیب و مخالف خودش حمایت میکنه و این نشون میده که به هر حال دولت رئیسی، شورای نگهبان، همه اینها وابسته هستند و همسو هستند و در خدمت هسته سخت قدرت هستند که به هر حال ابای ندارن که اینا علنی بکنن که به هر حال به دنبال حذف و به حاشیه راندن کامل جناح‌های رقیب و نیروهای حالا موسوم به معتدل یا تجدید نظر طلب در داخل حلقه قدرت هستند و به هر حال این حالا کشمکشی که کماکان الان ما سال سوم دیگه به سال سوم ریاست جمهوری رئیسی نزدیک میشیم، سال سوم تشکیل دولت فعالیت دولت 13 هست، اما کماکان میبینیم که این درگیری و رویارویی با دولت قبلی و انداختن همه مشکلات بر دوش دولت قبلی هست و دولت قبلی هم از هر فرصتی که به حال پیش میاد برای صحبت، داره چه حسن روحانی باشه، چه جواد ظریف باشه، چه دیگر وزرا، اونا هم سعی میکنن نیشی رو بزنن به دولت فعلی و اونو بیشتر مسبب مقصراتشون بدن و مشکلات. اما ببینید در مورد اثر روحانی، خب نه، این صحبت حتی در اعتراضات دیگه 96 هم بود. حالا شاید در دیگه 96 در شروعش بخشی از گروه های اصولگرا نقش داشتن، ولی آن چیزی که پایه اصلی اعتراضات رو درست کرد و شکل داد حجم میزان زیاد نارضایتی در جامعه بود و ابرچالش ها و مشکلات مختلفی که هست. و در منتها آبان 98 دیگه خیلی صریح‌تر اساسا جناح مقابل هیچ نقشی رو نداشت. این خشم مردم بود که یکی اینکه به هر حال شوکه شدن یه چنین موزه مهمی رو اونا اطلاع نداده بودن و نگرانی از تاثیرات عمیق اون بر وضعیت فلاکتبار اقتصادی اونها رو به صحنه کشون و خب طبیعی در اون موقع جناح رقیب مسئولیت رو قبول نکنه، اگرچه خود خامنه‌ای به صحنه اومد و از روحانی حمایت کرد. منتها اصلا روحانی هنوز پاسخ نمیده، اینجا هم باز دوباره اون ادعا رو تکرار میکنه که خبر نداشته. ولی خب چطور میتونه خبر نداشته باشه در مورد اگر ادعاشو قبول بکنیم؟ او در اون روز اومد با خنده، یعنی خنده‌ای که واقعا در اون مقطع مثل بنزینی بود که روی آتش خشم مردم ریخته شد و بدون هر گونه شرم و حیایی اعلام کرد که خبر نداشته. به هر حال در اون فاجعه‌ای که رخ داد منجر به کشتار گسترده مردم در شهرهای مختلف شد و آن حسن روحانی در اون مقطع خودش نقش زیادی در اون سرکوب خونین داشت. وزارت کشورش عملا ستاد اجرایی سرکوب بود و به هر حال دیر یا زود باید پاسخگوی اون امر باشه، مسئولیت حقوقی و اخلاقی مشخصی رو داره و با فرافکنی هم نمیتونه این اعتراضات رو به جناح مقابل منتسب بکنه. از همون سال 96 اون شعاری که معروفه که سر داده شد که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، منشأ اصلی اعتراضات، نیروهایی که فعال شدن، حالا چه حاملش بودن چه در عرصه میدانی، اینها کاری به دو جناح ندارن و به هر حال به نسبت عملکرد کلیت نظام جمهوری اسلامی مسئله دار هستند، معترض هستند، به هر دوی دو جناح بی‌اعتماد هستند و به هر حال و اما حسن روحانی یک نقش متاسفانه عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، متاسفانه بخش این وقت این بخش تموم شد. خیلی ممنونم علی افشاری تحلیلگر سیاسی.